درود بر شما دوستان عزیز. بیشتر تبخال ها رو اگه به حال خود بذاریم در نهایت بدون درمان ناپدید خواهند شد، اگرچه این موضوع میتونه چند هفته طول بکشه. برای خلاص شدن سریع از شر تبخال میتونه داروهای بدون نسخه، درمانهای خانگی و یا فرآورده های داروی مورد تایید پزشکان که به صورت عمومی برای تبخال استفاده میشن رو امتحان کنید. توجه داشته باشین که هر فرد واکنش متفاوتی با هر درمانی نشون میده و انتخاب هر نوع درمان الزاماً نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت. در ادامه با درمان های طبیعی جهت خلاص شدن سریع از تبخال آشنا خواهید شد. با من رکسان افشار همراه شوید. استاره وانیل. میتونید چند قطره استاره وانیل خالص رو با استفاده از یک گلوله پنبه استریل 3-4 مرتبه در هر روز روی تاول دهانیتون بمالید. پنبه وانیل محلولی هست که در مقایسه با الکل طبی به شیوه اساسی عمل میکنه. استاره وانیل همچنین تحریک پذیری رو کاهش میده که باعث میشه تاول دهانی کمتر آزاردهنده باشه. فقط از استاره وانیل 100% خالص استفاده کنید. هرگز از وانیل مصنوعی استفاده نکنید چون داره یه خواص ضد آلودگی مشابه نیست. روغن درخت چای. با یک تکه پنبه دوبار در روز اون را دقیقاً روی تبخال خود بمالید. در صورتی که پوست حساسی داشته باشین شاید لازم باشه که روغن را پیش از استفاده با آب رقیق کنید. دوستان عزیز توجه داشته باشین که روغن درخت چای در صورتی که خورده بشه مضر هست. پس هنگام استفاده در نزدیک دهان حتماً مراقب باشین. استفاده از شیر. پروتئین های شیر تاور را بهبود می بخشند. شما می توانید یک تکه پنبه را در حدوداً یک قاشق غذاخوری شیر فرو ببرید و اون را به مدت چند دقیقه بر روی تاول بذارید. پیش از انجام این کار می توانید اجازه بدین شیر به دمای اتاق برسه یا در صورتی که تمایل دارید می توانید اون را سرد استفاده کنید. از یک حوله مناسب خیس شده با آب برای پاک کردن رسوب ها استفاده کنید. در صورتی که حس می کنید لازم هست مالیدن وازلین را هم امتحان کنید. استفاده از روغن نعنا. برای شروع از آب برای شستن سطح تاول استفاده کنید. یک گوش باکن را ابتدا در آب تمیز و سپس در روغن نعنا فرو ببرید. این کار برای اینه که روغن کمی ضعیف بشه تا کمتر باعث آزردگی پوستتون بشه. حتما به این نکته توجه کنید. این کار را دوبار در روز انجام بدین تا زمانی که دیگه نیازی به اون نباشه. استفاده از وازلین. این ژل پوست را به جای خشک کردن اون نرم میکنه و یک لایه دفاعی برای ایجاد آمادگی در برابر بیماری ایجاد میکنه. هر نوع از بیماری طول عمر تبخالتون رو به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد. در نتیجه یک لایه دفاعی از وازلین در رها شدن از اون هنگامی که امکان پذیر باشه کمک میکنه. وقتی دارین ژل رو استفاده میکنین کار را به آرامی و با انگشتان تمیز انجام بدید. میتونید اون رو 2-3 مرتبه در هر روز استفاده کنید. استفاده از یخ. به سادگی یک تکه یخ را بردارین و چند بار در روز به صورت مداوم چند دقیقه اون رو روی تاول نگه دارید. یخ درد و سوزش تاول رو تسکین میده و تحریک پذیری اون رو کمتر میکنه. سرکه سیب. استفاده از سرکه سیب بر روی یک تاول باز ممکنه کمی سوزش داشته باشه. با استفاده از یک گوش پاک‌کن سرکه سیب رو چند مرتبه در روز روی تاول بمالید. ژل آلوورا. ژل رو روی تاولتون بمالید. یک تکه پنبه رو به طور کلی در یک قاشق غذاخوری ژل آلوورا بندازید. اون رو مستقیما استفاده کنید. استفاده از سیر. سیر یکی از اون درمان‌های خونگی هست که به نظر میرسه با درمان بیماری‌های جزئی متعددی ارتباط داره. خمیری از سیر له شده درست کنید و اون رو به مدت 15 دقیقه روی تبخالتون قرار بدید. خواص ضد باکتریای سیر ناحیه رو استریل می‌کنه و زمان بهبودی رو کاهش میده. مراقب باشین سیر قوی هست و ممکنه هنگام استفاده کمی سوزش داشته باشین.
مرسی از شما دوستان عزیز بابت تماشای ویدیو. دوستان عزیز اگه ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنید که لایک کنید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.